سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خب امروز با هم دیگه میریم پارت دوم درس هشتو بخونیم. اوکی، خب کتاب ها باز میریم از اینجا شروع میکنم. یادتون باشه جلسه پیش با هم اینو خوندیم که بحثشون کردیم و اینا، حالا میریم ادامهشو میخونیم. خب بچه ها حواستون باشه که امروز یک نکته خیلی مهمی رو میخوایم ببینیم. بعضی وقتا بچه ها اینو خیلی سرسری میگیرن، این ضمیرها رو به اینا میگن. چیزی که امروز میخوایم بخونیم اسمشون هست پرونومی دیرکتی، این ضمیرهای مستقیم. اوکی، اینو بعضی وقتا بچه ها خیلی سرسری میگیرن، خوب نمیخونن، بعد که ذره لولشون میره بالاتر تازه میفهمن چقدر کاربرد داره این توی مکالمه های روزمره. برای همین سعی کنید پرونومی دیرکتی ها رو خیلی خوب بلد بشید بچه ها، چون خیلی مهمه. جزوه میتونم بگم یکی از مهم هاست. خب بچه ها طبق معمول من یه سری میخونم، بعد شروع میکنیم به ترجمه کردم. اوکی، سعی کنید شما تکرار کنید وقتی من میخونم، تکرار کنید، استوب کنید، تکرار کنید که لهجهتون لهجه بهتری بشه. حالا را کمینچامو. بونجورنو انجلو. او بونجورنو سینیورا فری. Allora, cosa desidera oggi? Due etti di mortadella, ma la vorrei affettata, sottile, sottile, per cortesia. Per cortesia. Ma certo, signora, guardi un po', va bene così? Perfetto. Ecco fatto. Ancora qualcosa? Sì, un pezzo di parmigiano, ma non lo vorrei troppo stagionato. Piuttosto fresco, allora? Sì. Appunto. E quanto ne vuole? Circa mezzo chilo. Benissimo, mezzo chilo. Qualcos'altro? Sì, un litro di latte fresco, un vasetto di maionese, delle olive e poi dello yogurt magro, due confezioni. Benissimo, allora, latte, maionese, yogurt, le olive le vuole verdi o nere? Verdi e grosse, circa due etti. Altro? No, nient'altro, grazie. Grazie a lei. Allora, ecco, si accomodi alla cassa. یک مکالمه‌ایه که این خانم رفته توی سوپرمارکت و داره خرید میکنه. اوکی؟ بریم ببینیم چی میگه. بچه حواستون جمع باشه که اینو خوب یاد بگیرید. Allora, buongiorno Angelo. میگه روز بخیر Angelo. Buongiorno signora Ferri. روز بخیر خانم Ferri. Allora, cosa desidera oggi? خب چه چیزی میل دارید امروز یا چه چیزی میخواید امروز؟ desidera را قبلا دیدیم، میل داشتن یا درخواست کردن. وقتی میخوام بگیم چه چیزی میخوای، حالت محترمانه است، دیگه از verb voler استفاده نمیکنیم. میگه due etti di mortadella. دیویس که را mortadella، جلسه پیش mortadella دیدیم چی هستش. Ma la vorrei affettata, sottile, sottile, per cortesia. اما از آن میخوام، vorrei، بریده شده، نازوی نازوک، لطفاً، affettata, sottile، جلسه پیش دیدیم. Per cortesia میشه لطفاً. این لعه بچه این وسط چی میگه؟ لا زمیره. زمیره رو دونه دونه امروز میبینیم. لا زمیره. زمیره جایگزین کلمه ای هست که ما قبلا در موردش صحبت کردیم. خب لا قیافش مشخصه، مفرده مؤنثه، میاد جایگزین این کلمه مرتدلا میشه. ما تو زبان فارسی هم میگیم، میگیم مثلا فلان چیز رو میخوام ازش، مثلا دو کیلو میخوام ازش، انقدر میخوام. خب میاد دقیقا جایگزین کلمه که در موردش صحبت کردیم میشه. پس من لوری از آن میخوام چی؟ از مرتدلا، از مرتدلا میخوام بریده شده نازک نازک لطفا. پس اولین چیزی که ما میبینیم مفرد مؤنث لا میاد. ما چرتو سینیورا، حتما خانوم. گواردی اون پا، یکم ببینید، مثلا بریده داره بهش نشون میده. گواردی اون پا و بینه کزی، اینطوری اوکیه، اینطوری خوبه، کزی میشد اینطوری دیگه، و بینه هم که یعنی اوکی، اینطوری خوبه، اینطوری اوکیه. پرفتو، عالی. اکو فتو، بچه ها وقتی که یه چیزی رو تموم میکنیم
و میخوایم به طرف بگیم این هاشش انجامش دادم، میشه چی؟ اکو فاتو، یعنی انجام شد، انجامش دادم، اکو فاتو. انکورا کوالکوزا، باز هم چیزی، انکورا کوالکوزا، سی، اون پتسو دی پارمیجانو. پتسو میشه تیکه، یک تیکه پنیر پارمیجانو میخوام. ما نون لو ورای تروپو استاجوناتو، میگه اما از آن نمیخوام خیلی رسیده. خب چرا لو اومده؟ بچه پارمیجانو از قیافش هم مشخصه دیگه، مفرد مذکره، ضمیر مفرد مذکر لو هستش، اما از آن، از چی؟ از پارمیجانو، از آن نمیخوام خیلی رسیده. اینجا لا بود به خاطر مرتدلا، اینجا لو هستش به خاطر پارمیجانو. پیوتوستو فرسکو آلورا، پس نسبتاً، پیوتوستو میشه نسبتاً، نسبتاً تازه، پس میگه پس نسبتاً تازه میخوای ازش. میگه سی اپونتو، آره همینطوره، اپونتو میشه دقیقاً همینطوره. کوانتو نووله، چقدر از آن میخواهید؟ بچه ما تو سوال پرسیدن چقدر از اون میخواهید، چقدر ازش میخواهید، همیشه تو سوال پرسیدن نه استفاده میکنیم. حالا چه میخواد؟ در مورد چیز مذکر میخواییم صحبت کنیم، در مورد چیز مؤنث میخواییم صحبت کنیم، برامون مهم نیست. تو سوال پرسیدن همیشه کوانتو نه، ضمیره سوال پرسیدن نمون نه هستش. چقدر ازش میخواید؟ برامون مهم نیست، نه میاریم. چیرکا مزو کیلو، تقریبا نیم کیلو، چیرکا مزو کیلو. بینیسیمو، مزو کیلو، کوالکوزالترو، میگه خیلی خوب، نیم کیلو. چیز دیگری، کوالکوزالترو، قدیما توی درس دیگه هم دیدیم کوالکوزالترو، چیز دیگری. میگه سی، اون لیترو دی لاته فرسکو، یک لیتر شیر تازه. اون وازتو دی مایونزه، یک شیشه مایونز. دل اولیوه، یه سری، یکم زیتون. و بعد دل و یاگورت مگرو، دو کنفیسیونی، یه ماست کمچرب مگرو، دو کنفیسیونی، دو تا بسته، دو تا کنفیسیونی. بنیسیمو، عالی. آلورا، خب شیر، مایونز، یاگورت، حواستون باشه. ل اولیوه، ل وواله، وردی و نره. بچه ها ل اولیوه چیه؟ جمع مؤنث، ضمیر جمع مؤنث هست چی؟ ل. ل وواله، از آن میخواید، از چی؟ از اولیوه ها میخواید سبز یا سیاه، مشکینه، حالا کدومو میگن، حالا بگیم سیاه، سبز یا سیاه. میگه وردی اگراسه، میگه سبز و درشت. چیرکا دو اتی، تقریبا 200 گرم. پس مفرد مؤنث ل، مفرد مذکر لو، جمع مؤنث ل، اگه سوال داشتی نه، اوکی. پس میگه سبز و درشت، تقریبا 200 گرم. این چیه؟ altro، ای دیگه، چیز دیگه میخوای. نو نینت altro grazie، بچه این بوده نینته و altro، یعنی نه هیچ چیز دیگری، این چیز دیگه نمیخوام. نینت altro grazie، grazie a lei، مرسی از شما. allora ecco، si accomodi alla cassa، پس بفرمایید، ecco یعنی اینهاش، بفرمایید، si accomodi alla cassa، si accomodi. از ورب بچه ها اکومودرسی میاد، بوچه کچولوه اکومودرسی، یعنی وقتی ما به یه نفر میخواییم میگیم بفرمایید، میگیم اکومودرسی. میخونیم اینو، فکر کنم درس ده میخونیم، ورب به این نو ورب ها میگن ریفلسیوی، میخونیمشون. ولی اینجا میشه بفرمایید به صندوق، سی اکومودی الا کاسا، بفرمایید به صندوق. خیلی شما یه خلوب آب بخورم. خب اینجا داره به ما میگه تمرین کنیمش. لعه برگشته به چه چیزی؟ به مرتدلا. لوه برگشته به چه چیزی؟ به پارمیجانو. نه برگشته به چه چیزی؟ به هیچی، ولی با کوانتو میاد. خب داریم در مورد یه چیزی حرف میزنیم. ل برگشته در مورد چی چیز داره حرف میزنه؟ ل اولیوه.
پس اینجا میفهمیم که ضمیر جایگزین اون اسمی، اون چیزی که داریم حرف میزنیم ایناست. البته یکی دیگه مونده که ازش استفاده نکرده که الان بهتون میگم. پس حواستون باشه. وقتی میخواید جلوگیری کنید از تکرار کردن یه چیزی، یک شیئی یا حالا یه چیزی، از این ضمیرها استفاده میکنیم. اوکی؟ خب. حالا یه چیزی که خودش نگفته ولی اینجا داره بهش اشاره میکنه، مثلا ببینید لا مرتدلا لا ورای افتتا سوتیله بالا تو تمرین داشتید. ای پارمیجانو نون لو ورای مولتو استاجوناتو، لو به خاطر پارمیجانو. لی اولیو نه بخشید لی اولیو لی ورای وردی ای گروسه لی، چون اولیو. Quanto, quanta, quanti, quante, بچه سوال نمیاد. Quanto ne vuole. حالا یه لحظه استوب کنیم. این حرفی که تو کتاب زده کاملا درسته ها. یعنی من اگر مفرد مذکر باشه چیزی که دارم در موردش حرف بزنم quanto میارم. اگر مفرد مؤنث باشه quanta. اگر جمع مذکر باشه quanti. اگر جمع مؤنث باشه quante. و ضمیرمون ولی نمیاد. ولی توی محاوره وقتی ما داریم صحبت میکنیم خیلی تمرکز نمیکنیم روی اینکه اوکی حالا این کوانتیه یا کوانت. تقریبا 90% موارد میگن کوانتو نواله. خیلی کم پیدا میشه که مثلا آدم دیگه چیز مفرد مؤنث داریم حرف میزنیم و مثلا از کوانتا استفاده کنیم. برای همین خیلی وارد این جزئیات نشید. من به شما نصیحت میکنم. پس بگیم حالا کوانتو نواله، کوانتا نواله، تو سوال همیشه نمیاد. و یه دونه که جدید هستش الان داریم میبینیم، لی یاگورت، لی و رای مگری. پس جمع مذکر لی میاد، لی یاگورت جمع مذکره، لی و رای مگری. پس از اینجا من میفهمم که لا تبدیل میشه به لی جمعش، لو تبدیل میشه به لی، نیم میاد وقتی که ما میخوایم سوال بپرسیم. اوکی. لا، ل، لو، لی و یه دونم نیم وسط هستش برای سوال پرسیدن. خب این تمرین بهترین تمرینیه که تو این براتون کاملا جا بیفته. چه جوریه؟ میگه اینو نگاتسیو در یک مغازه. مثال زده. پارمیجانو داریم. فریسکو استاجوناتو داریم. تریتی داره بهمون یک راهی رو نشون میده. داریم در مورد پارمیجانو داریم حرف میزنیم. حالا صفتش آورده تازه یا رسیده و 300 گرم هم ازش میخواد. ببین چه جوری استفاده کرده. طرف میگه ببخشید مثلا خانم آقا ورای دل پارمیجانو، میگه یکم پارمیجانو میخوام. حالا سوال از ما میپرسه ازش میخوای یا ترجیح میدی که باشه فریسکو یا استاجوناتو، از این داره استفاده. لو پرفریشه. چرا لو؟ به خاطر پارمیجانوه. لو پرفریشه فریسکو او استاجوناتو، رسیده میخواد یا تازه میخواد؟ لو جواب میده فریسکو، تازه میخواد. کوانتو نواله، چقدر ازش میخواد؟ قاعدتا چون اینجا مفرد مذکره کوانتو ورده، نو ورده به خاطر سوال و جواب خودش داره میگه تریتی، 300 گرم و جواب داده. حالا من یه دونه رو مثال میزنم، اولی رو کوچیکش کنم بقیش با شما. لورا در مورد پروشوتو داره حرف میزنه. کاتو کرودو دوه اتی. خب میگه مثلا من میگم ورای دل پروشوتو. بچه این دل رو درس پنج فکر کنم گفتیم. ورای دل پروشوتو. پروشوتو حرف تعریفش ایله، بلوه دیمیال میشه دل پروشوتو. حالا پروشوتو چیه؟ مفرد مذکره. پس من باید مفرد مذکر استفاده کنم. مفرد مذکر من چی بود؟ لو. میگم لو پرفریشه لو پرفریشه کاتو او کرودو. اوکی؟ ترجیح میدید کافتو باشه یا کرودو باشه؟ میگم حالا کرودو، من کرودو رو بیشتر کرودو جواب میدم. حالا مفرد مذکر کوانتو نه واله، چقدر ازش میخواید؟ دو اتی. اوکی.
یکی دیگه هم بگم چون این میمونش رو داشتید. در مورد پپرونی داریم حرف میزنیم. جلی وردی مزو کیلو. خب. ورهی دی پپرونی. چرا دی پپرونی حرف تعریفش ای هست. به علاوه دی میاد. میشه دی پپرونی. خب. لی پرفریشه. یا لی واله حالا هرچی. جلی و وردی. ازشون ترجیح میدی که سبز باشن، زرد باشن یا سبز باشن. چرا لی من دارم؟ من چه استفاده میکنم؟ پپرونی جمع مذکره. جمع های مذکر گفتیم با چی میاد؟ با لی میاد. از آن ترجیح میدی که زرد باشن یا سبز باشن. حالا من مثلا میگم جلی. حالا هرچی. خب. کوانتی نواله. قاعدتا بچه بهتون گفتم که اینجا باید حواسمون باشه. کوانتی. کوانتی نواله. ولی سادش کنیم. کوانتو نواله. خودشون هم خیلی خود ایتالیا خیلی به این حساس نیستن. کوانتو نواله. درست ترش هست. کوانتی نواله. و من میگم چی؟ مزو کیلو پر فاوره. مزو کیلو پر فاوره. پس حواستون باشه. ترجیح من وقتی زبان میخوایم بخونیم ترجیح هستش که درست حرف بزنیم، ولی یه سری جاهایی که میتونیم حالا حذفش بکنیم و خیلی مطلب خشخاش نذاریم بیخیال بشیم. پس اینجا میگم همیشه به نظر من همه حالت مفرد رو استفاده کنیم، ولی لولی و لولی و نمیتونی اشتباه کنیم. این نیستش که اونجا دیگه دل بخواهی باشه. حواستون باشه اینو تمرین رو حل بکنید. کسی اگه سوالی داشت میتونه، میدونید که همیشه میتونید از من سوال بپرسید. خب نمره 8 لا ریسپاستا جوستا. سوال جواب درست لا ریسپاستا جوستا. خب لا ریسپاستا جوستا. بریم ببینیم جواب خیلی ساده است بچه‌ها. تمرین خیلی ساده ای. Cosa desidera oggi? چه چیزی میخواید امروز؟ خب مسلمه. Due etti di mortadella. 200 گرم ژامبون مرتدلا. Ancora qualcosa? بازم چیزی میخوای؟ میگه no, nient'altro grazie. نه چیزی دیگه نیست. مرسی. Va bene così? اینطوری خوبه؟ Sì, perfetto. آره عالیه. Quanto ne vuole? چقدر ازش میخواید؟ Mezzo chilo. نیم کیلو. اوکی؟ پس اینا یه سری سوال برای سوال و جواب برای دوره کردن پارتی که بالا داشت. اوکی؟ خب بچه ها بیایم پایین شماره 11. میگه این ایتالیا سیفا کوزی. توی ایتالیا اینجوری انجام میشه. سیفا انجام میشه. ما رو میرسیم بهش نکتش. کوزی اینطوری. یه سری از قاعده های در از جوری رفتاری و غذایی ایتالیا همشون نیست، ولی یه سری باشه. خب بریم ببینیم. باز سعی کنیم ببینیم توی حلش کنیم طبق حالا تجربه یا اطلاعاتی که دارید. میگه کن این پیشه سی بیوه ایل وینو بیانکو. با ماهی نوشیده میشه این سی بیوه. اینا رو بهش میرسیم. نوشیده میشه وربو بره هستیه. این وینو بیانکو شراب سفید. و واقعا هم همینطوره توی رستوران و اینا وقتی که ما ماهی سفارش میدیم وینو روسو نمیخوریم، شراب قرمز نمیخوریم. ما مهمون داریم، اگه ماهی داریم ما شراب سفید باشه. وینو بیانکو. لی سپاگتی سی منجانو سولو کن لا فورکتا. سپاگتی ها خورده میشن فقط با چنگال. قاشق و چاقو ما استفاده نمی کنیم. Dopo i pasti non si beve, non si beve il cappuccino. بعد از بعدهای غذایی i pasti non si beve, نوشیده نمیشه cappuccino. cappuccino نمیخوریم، قهوه میخوریم. به خاطر اینکه رایج نیست. قهوه میخوریم برای هضم غذا. اگه شیر بخوریم چون کپوچینو شیر داره اصلا میره معده رو اذیت میکنه. برای همین برای هضم غذا فقط کافه میخوریم. نهایتا مکیاتو بخوریم نهایتا که کم شیر داره، ولی معمولا کپوچینو چیز کافه میخورم. il salame اوکی non si compra in macelleria. salame خریده نمیشه. verb comprare خریدن. non si compra in macelleria تو قصابی فروخته نمیشه. تو قصابی فقط گوشت فروخته میشه یا مرغ.
سلامه تو سوپرمارکت ها هستش. اوکی. I vini rossi non si bevono freddi. شراب قرمز نوشیده نمیشن سرد. تو یخچال نمیذارن. البته ببینید که من تو یخچال میذارم ولی سردش رو ترجیح میدم. ولی قاعدتا یه ایتالیایی اگه بهش اینو بگی شاید یه ذره. اصلا البته ایتالیا رو تو یخچال میذارن و دیدم. ولی اصلش بر اینه که نذاری. A colazione non si mangiano i salumi. در صبحانه خورده نمیشه سالومی. به همه ژامبون ها میگن سالومی، حالا میخواد کرودو باشه، کاتو باشه، مرتدلا باشه، سالامه، همه این مجموعه از ژامبون ها و اینا رو میگن سالومی. و واقعا همینطوری مثل آمریکا نیست که مثل ما سوسیس بخوریم و نمیدونم بیکن بخوریم و اینا. پس میگه در صبحانه خورده نمیشه سالومی. صبحانه خیلی لایت دارن. لا ورا پیتزا si prepara con la mozzarella. Pizza è واقعی، la vera pizza آماده میشه با موزارلا. یعنی با موزارلا ما آمادش میکنیم، درستش میکنیم. حتما باید موزارلا داشته باشه، گوجو موزارلا و دیگه هر چی که دلتون میخواد روش باشه. اوکی. خب میگه صفحه بعدی میگه 10 regole per diventare italiani a tavola. میگه 10 تا قانون، 10 تا قاعده برای ایتالیایی شدن، diventare italiani a tavola، سر میز، سر میز غذا. Quale vino si beve con il pesce? Cosa si mangia a colazione? Come si fa la vera pizza? Ecco le risposte giuste per diventare un italiano vero anche a tavola. خب. کدوم شراب نوشیده میشه با ماهی؟ Cosa si mangia a colazione؟ چه چیزی خورده میشه برای صبحانه؟ Come si fa la vera pizza؟ چجوری درست میشه پیتزای واقعی؟ Ecco le risposte giuste per diventare un italiano vero anche a tavola. پس بفرمایید اینها جوابهای درست برای تبدیل شدن به یک ایتالیایی درست واقعی همچنین سر میز. ببینیم چی میگه. Con il pesce si beve il vino bianco. گفتیم با ماهی شراب سفید نوشیده می نوشیم. Freddo, sard. Dunque mettere la bottiglia in frigo e togliere solo quando il vino è fresco. میگه پس گذاشتن بطری در یخچال و toglierla. Togliere میشه در آوردن. Il lae برمیگرده به اون بطری. حالا میرسیم بهش. و آن را در بیارید فقط وقتی که شراب خنک هستش. افرسکو. فردو با فرسکو اینه که فردو میشه سرد، فرسکو میشه خنک. این وینی روسی اینوچه نون سی بیمونو فردی. شراب قرمز در عوض سرد نوشیده نمیشن. ای ریکورداته به یاد بیارید. La bottiglia non si apre all'ultimo momento, ma almeno un'ora prima del pasto. بطری باز نمیشه در لحظه آخر، ultimo momento, ma almeno, اما حداقل یک ساعت قبل از وعده غذایی. و همینطوره وقتی مهمون دارید میگن یک ساعت، حتی یک ساعت و نیم، حتی بعضی وقتا میگن شرابو زودتر باز کن، شراب قرمز، شراب سفید نمیگن، همون موقع باز کن. دلیلش هم نمیدونم چیه حقیقتا. Di solito a colazione non si mangiano salumi. میگه معمولا در صبحانه خورده نمیشه ژامبون. La colazione tipica è infatti costituita da caffè o cappuccino più un dolce. میگه صبحانه تیپیک، صبحانه اصل صبحانه هست در عوض costituita. Costituire یعنی شامل شدن، یعنی شامل شده، تشکیل شده از کافه یا کاپوچینو به علاوه یک دونه شیرینی. دیدید کاپوچینو میخورن یا کافه میخورن با بریاش معمولا. بعضی وقتا بریاش هم حتی نمیخورن، چیزی زنده میمونه. È anche importante sapere che il cappuccino si beve solo a colazione. میگه مهم هستش دانستن که کاپوچینو نوشیده میشه فقط در صبحانه.
زمان قدیم من یادم اگه بعد از ظهر تو کاپوچینو تو بار سفارش میدادی اصلا چپ چپ نگاه میکردم چی داره میگه، چرا کاپوچینو رو الان داره سفارش میده. ولی از وقتی که مهاجرا زیاد شدن و خیلی ها دوست دارن که بعد از ظهر کاپوچینو بخورن چون بیشتر هستش اینا، دیگه یه ذره از اون حالت چپ چپ نگاه کردنشون کمتر شده، چون کاپوچینو رو صبح میخورن. کافه یا کافه مکیاتو یا نهایتا کورتو بعد از کورتو هم حتی بعد وعده غذایی میخورم، ولی قدیمو یه ذره داستانش. Quindi attenzione, dopo i pasti non si beve il cappuccino, ma il caffè. Quindi pas havasetun bashe, attenzione. Dopo i pasti بعد از وعده غذایی نوشیده نمیشه کاپوچینو، ولی قهوه، یعنی فقط قهوه. خب این آره، این رو من قبول دارم، بعد قضا نمیشه واقعا کپوچینو خورد، ولی خب بعد از اون مثلا ساعت 5 و 6 و اینا، حالا من خودم کپوچینو سفارش میدم، ولی بعد قضا یه ذره یه جوریه کافه باید خورد، مثلا میدارم اذیت میکنه. Gli spaghetti si mangiano solo con la forchetta, vietato usare il cucchiaio, perciò prima di andare a cena da amici italiani suggeriamo di esercitarsi bene in questa difficile operazione. میگه spaghetti رو خورده نمیشه با فقط با چنگال خورده میشه، solo con la forchetta. Vietato usare il cucchiaio. Vietato یعنی میشه ممنوع. ممنوع استفاده کردن از قاشق. Perciò به این دلیل، بنابراین، قبل از رفتن شام خونه دوستای ایتالیایی سوجریام، بچه سوجریره میشه پیشنهاد دادن، سوجریام پیشنهاد میدیم، سوجریره پیشنهاد میدیم تمرین کردن، ازرچیتارسی تمرین کردن خوب در این عملیات سخت. حواستون باشه بچه همیشه سپاگتی رو با چنگال ما میخواییم، نه از چاقو کمک میگیریم نه از قاشق. حواستون باشه هیچ وقت هم نبا تیکی تیکشون کنید سپاگتی رو، مثلا ایتالیا یه همجور سکته میکنه. La pizza si può mangiare in tanti modi, con i funghi, con il prosciutto, con le verdure, ma la vera pizza si prepara solo in un modo, con la mozzarella. میگه پیتزا میتونه خورده بشه توی مدل های متفاوت. بچه این سی منجا سی به و اینا رو بهشون میرسیم، الان یه ذره زوده، یعنی یه نکته همینجوری سنگین بهتون گفتم، الان نمیخوام اینا رو بگم. خب مدل های مختلف میشه اینو خورد، کنی فونگی با قارچ، با پروشوتو گفتیم، با ژامبون، با سبزیجات، اما پیتزای واقعی آماده میشه فقط با یک یه جور، فقط با یه مدل، با پنیر موزارلا. نباشه اصلا پیتزا نیست مسلمه. این سلامه non si compra in macelleria ma al supermercato in un negozio di alimentari. میگه سلامه رو نمیتونه خریده نمیشه توی قصابی یا تو سوپرمارکت یا توی یک مغازه مواد غذایی، مثلا کلا ژامبونا رو توی قصابی نمیفروشه. La pasta è un primo non un secondo o un contorno, perciò non si mangia accanto ad altri alimenti come la carne o l'insalata. میگه پاستا یه غذای اوله، دیدید که ایتالیا غذای اول دوم اینا دارد، میگه یه غذای دوم نیست یا یک کنتورنو یا مخلفات نیستش، به همین دلیل خورده نمیشه کنار، اکانتو ا کنار و غذاهای دیگه، مواد غذایی دیگه مثل گوشت یا سالاد. اتفاقی که میفته، تفاوت ایران با ایتالیا همینه دیگه، تو ایران اگه غذا گوشت نداشته باشه عجیبه، تو ایتالیا خیلی از پاستا گوشت نداره. مثلا من تو ایران دیدم پاستا پستو رو با تیکه مرغ میدادن، واقعا خیلی برای من تعجب آور بود که پستو مثلا مرغ نداره، یا خیلی از غذاها نباید بهش گوشت اضافه کنه، خودش بدون گوشته. پس اینجا هم داره میگه که این نیست که همه غذا باید گوشت داشته باشه یا کنارش سالاد بخوری. سالاد رو معمولا با غذای دوم میکنن، مثلا گوشتی، ماهی، مرغ، چیزی. پریموها تنها خورده میشه، سکوندوها چیز داره دیگه، مثلا میتونی سالادی، سیب زمینی، پوره، چیزی اینا بخوری باشه.
A tavola non deve mai mancare il pane. این سر میز نباید. هیچ وقت نباید نون کم باشه. یعنی همیشه باید نون سر میز باشه. اینو اینشون به ایرانی ها رفته. ایرانی ها از جایی که میبینم همیشه نون هست سر میزشون. Per cucinare o condire in Italia si usa sempre olio extravergine di oliva. برای غذا درست کردن یا condire میشه یه جورایی مزه‌دار کردن. مزه‌دار کردن غذاها در ایتالیا همیشه ما از روغن زیتون استفاده میکنیم. ایتالیایی‌ها یا اونایی که به غذاهای ایتالیایی نوع غذاهای ایتالیایی عادت کردن از روغن زیتون خیلی استفاده میکنن. Okay. این نکته رو فعلا بهتون نمیگم بچه‌ها گفتم بهتون. ولی از اینا یه ذره با اینا آشنا بشین. این لیسنینگ رو میتونید گوش کنید. طرز تهیه رگو رو داره بهمون یاد میده. یک غذای ایتالیایی که با پاستا درست میکنه. حالا یه سری فعل ها رو فقط امروز میخوایم یاد بگیم ولی این لیسنینگ رو گوش کنید. کواچره میشه پختن وقتی میذاریم که غذا بپزه. ورسره میشه ریختن. خودتون میدونید که داره چرب سفید اضافه میکنه چون توی غذاها ما شراب سفید و قرمز استفاده میکنیم. مسکولاره هم زدن. اجونجره اضافه کردن. تلیاره میشه خورد کردن یا بریدن یه چیزی. حتی مو کوتاه کردن هم از بر با تلیاره ما استفاده میکنیم. اوکی. خب این پس یه سری از صفت ها برای غذا درست کردن بودش. اوکی. بچه ها درس هشتمونم تموم شد. فا حواستون باید باشه که این موه من چه شکلی این موه در میره دیگه. حواستون باشه که اون نکته که بتونه امروز گفتم لو به ترتیب لا ل لو لی و نه این خیلی نکته مهمی. بعد هم که لولتون میره بالاتر از اینا بیشتر استفاده میکنیم و اگه انا خوب خوب از اینا استفاده نکنید یاد نگیریدشون بعدا گیر میکنید. مطمئن باشید که گیر میکنید. برای همین سعی کنید که یاد بگیرید، سعی کنید که ازشون استفاده کنید تا لیولتون رفت بالاتر بتونید راحت ازشون استفاده کنید. اوکی. سوالی دارید از من بپرسید، من همیشه جواب میدم و امیدوارم که روز خوبی داشته باشید بچه ها. خدافظ.